برنامه جهانی غذا از کاهش کمک‌های بشری برای 10 میلیون تن در افغانستان خبر می‌دهد. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که به دلیل کمبود بودجه مجبور شدند تا در سال جاری 10 میلیون شهروند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشر دوستانه محروم کند. بر بنیاد اعلامیه، برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا برای 21.5 میلیون تن در افغانستان بسته‌های کمکی توزیع کند. با گفته این نهاد، این مسئله سبب عمیق‌تر شدن نگرانی و ناامیدی شهروندان افغانستان شده است. از سوی هم اداری هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل میگوید امسال 1 میلیون زن و 700 هزار کودک در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه محروم ماندند. کاهش کمک‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل کمبود بودجه مجبور شده تا 10 میلیون نیازمند در افغانستان را از بسته های کمکی خود محروم کند. این نهاد در اعلامیه گفته که در آینده تنها قادر به رساندن کمک مواد غذایی به 3 میلیون تن در ماه خواهد بود. برنامه جهانی غذا در افغانستان مجبور شده که 10 میلیون تن را از کمک های نجات دهنده محروم کند که این برای مردم افغانستان ناامید کننده و نگرانی عمیق می باشد. در اعلامیه برنامه جهانی غذا آمده است که این نهاد در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا برای 21 میلیون تن در افغانستان بسته های کمکی توزیع کند. خانم شاولی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید با اندک منابعی که برای آنها باقی مانده نمیتواند برای کسانی که در آستانه فقر کامل به سر میبرند رسیدگی کنند. افزایش و یا کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان آسته آسته مردم افغانستان را قناعت میده که از لحاظ ذهنی آماده شود و از حاکمیت فعلی فاصله بگیره و به جایش جامعه جهانی را از لحاظ اقتصادی به خود وکیل بگیره که در او زمان زمینی نفوذ اقتصادی غرب در افغانستان مساعد میشه و عملا بانک‌های جهانی مثل ورلد بانک، IMF، IDB و سایر بانک‌های غربی در افغانستان وارد میشه و اقتصاد افغانستان را به دست میگیره که در این صورت میتونیم بگوییم که افغانستان از لحاظ اقتصادی کاملا در اشغال اقتصادی غرب برای بار دوم قرار خود گرفت. از سوی دیگر اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در خبرنامه میگوید امسال 1 میلیون زن و 700 هزار کودک در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه محروم مانده اند. این نهاد همچنان آمار می‌دهد که 3.6 میلیون تن در سال جاری به آب سالم در افغانستان دسترسی نخواهند داشت. در ادامه سال روان میلادی در افغانستان 6.3 میلیون تن به آب سالم، 4.3 میلیون تن به تشنابهای بهداشتی و 3.5 میلیون تن دیگر به خدمات بهداشتی دسترسی نخواهند داشت. این در حال است که پیش از این اوچا از کمبود بودجه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هشدار داده بود. یکی از دندانه‌های چرخ اقتصاد در یک کشور موجودیت سیادیت یا نقدینگی است. هرگاه نقدینگی یا لیکویدیتی تنزیل یا کاهش داشته باشه، انعکاسش پایین آمدن قدرت خرید مستهلکین، کاهش تقاضا و کاهش تولید ناخالص داخلی و انتها بسترساز رکود اقتصادی میتونه شود. لذا بنابر وخیم بودن وضع اقتصاد کشور، کاهش کمک های جامعه جهانی منتج به کاهش سیالیت شده و انتها در مقیاس خودش میتونه که به بحران اقتصادی کشور بیفزاید. کمک‌های بشردوستانه در حال کاهش می‌یابد که در یک سال پسین چندین نهاد مددرسان بین المللی از کمبود بودجه در افغانستان هشدار داده بود.